به نام خدا، پیروز نجات هستم، دبیر درس زیست شناسی. در خدمت بچه های دهم هستیم با مبحث گیاهی فصل 6 و 7. در شروع میخواییم با فصل 6 شروع کنیم و مباحثی که در این فصل و گفتار 1 به اون اختصاص داده شد. قبل از اینکه فصل 6 و سلول گیاهی رو بخوام بحث بکنم، میخوام شما دیدتون باز بشه نسبت به یک سلول گیاهی و یک موجودی که به اون گیاه گفته میشه. خوب دقت کنید بچه ها، اگر یکی از ویژگی‌های گیاهان رو بخوایم بهش اشاره بکنیم، قطعاً به فتوسنتز کردنشون اشاره خواهیم کرد. ولی باید بدونید که تنها گیاهان نیستن که فتوسنتز انجام میدن، بلکه باکتری‌ها، آغازیان جزء دسته ای از موجودات هستن که میتونن فتوسنتز انجام بدن. خب پس فتوسنتز اختصاص گیاهان نیستش. باید توجه کنید که گروهی از باکتری ها با داشتن ساختاره میتونن فتوسنتز انجام بدن، آغازیان هم همینطور. توجه کنید که باکتری ها تکیاخته‌ای هستن. در آغازیان ما تکیاخته‌ای و پریاخته‌ای هم میبینیم، ولی گیاهان وقتی اسمشون میاد شما قطعاً باید بگینا پریاخته‌ای هستن. پس اگر ازتون پرسیدن تفاوت گیاهان با سایر فتوسنتز کننده ها چی هستش، شما باید بگید گیاهان پریاخته‌ای هستند، ولی دو دسته دیگه میتونن تکیاخته‌ای یا پریاخته‌ای باشن. خب همین که متوجه شدید که تفاوت گیاهان با سایر موجوداتی که توانایی فتوسنتز دارن چیه، میریم به ادامه مبحث میپردازیم. خب گیاهان رو اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، میتونیم به دو دسته بدون دانه ابتدایی و گیاهان پیشرفته تقسیم بندی بکنیم. در گیاهان ابتدایی که خزگیان، نهانزادان آوندی که اصطلاحاً به اشتباه به اونا سرخس هم گفته میشه یا سرخسا گفته میشه، از این دسته هستن. باید بدونید که سرخسا به زعم اینکه آوند دارند ولی دانه ندارند، در دسته نهانزادان آوندی قرار میگیرند. در این دسته ما گیاهان دیگه هم داریم، فقط سرخسا نیستن. چون سرخسا در این دسته خیلی زیاد هستن، خب به این گروه الزاما ما سرخسا هم میگیم. در گیاهان پیشرفته مثل بازدانگان و نهاندانگان، بازدانگان همون مخروطیان و نهاندانگان که به دو دسته اصلی تک لپه‌ای و دو لپه‌ای تقسیم میشن، باید بدونید که نهاندانگان به عنوان گیاهان گلدار هم معروف هستند. پس دسته‌بندی ابتدایی گیاهان رو یاد گرفتید. بریم سراغ این که به چه سلولی سلول گیاهی گفته میشه و اصلا سلول گیاهی چه ویژگی هایی داره. اگر بخوایم از یک سلول گیاهی صحبت کنیم، قطعاً به دیواره کلروپلاست و واکوئل مرکزی اشاره خواهیم کرد. خوب دقت کنید، قسمت هایی که گفتیم دیواره، کلروپلاست و واکوئل، البته اینجا واکوئلی که داریم واکوئل مرکزی هستش. از انواع واکوئل هایی که شما میشناسید، در فصل‌های قبل باهاش آشنا شدید، واکوئل انقباضی بود، واکوئل غذایی بود، واکوئل گوارشی بود و واکوئل دفعی که در موجودی به نام پارامسی شما با اون آشنا شدید. الان با واکوئل مرکزی هم آشنا شدید که در گیاهان و مختص گیاهان هستش، و در ادامه با یک ساختار و یک اندامک به نام کلروپلاست هم آشنا میشید. میخوام بریم ببینیم این قسمت هایی که گفتیم چه ویژگی به سلول گیاهی میده و چه خصوصیتی میتونه داشته باشه. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، باید بدونید که یک سلول گیاهی از دو بخش زنده و غیر زنده درست شده.
اگر بخش غیر زنده یا سلول گیاهی رو بخوایم بگیم کدوم بخششه، قطعا باید بگیم دیواره. دیواره بخش غیر زنده یک سلول گیاهی محسوب میشه. بخش زندهش که اصطلاحا بهش پروتوپلاست هم گفته میشه، بخشی از سلول گیاهی هستش به غیر از دیواره. یعنی اگر دیواره رو از یه سلول گیاهی جدا کنیم، اون چیزی که باقی میمونه بخش زنده یا پروتوپلاست سلول گیاهی خواهد بود. البته که دیواره به سلول گیاهی نظم میده. بریم ببینیم که چه ویژگی‌هایی میتونه این دیواره داشته باشه. و اینکه دیواره در چه مرحله ای از زندگی سلول به وجود میاد. این قسمتی که براتون توضیح میدم بخشی از اون متعلق به سال دهم هستش و بخشی مربوط به سال یازدهم هستش. یعنی شما که در پایه دهم دارید این فیلم رو میبینید، بخشی از سال یازدهمتون هم اینجا دارید مرور میکنید. خوب دقت کنید بچه ها. در مرحله از تقسیم یاخته‌ای، یعنی زمانی که سلول تصمیم به تقسیم گرفته، در مرحله از تقسیم، حالا بچه هایی که یازدهم هستن و کنکوری هستن حتما با اصطلاح آنافاز آشنا هستن، ولی شما هنوز وارد فاز تقسیم نشدید اسمش رو نمیخواد یاد بگیرید. بدونید در مرحله از تقسیم سلول شروع میکنه به یک سری ریزکیسه های غشایی که توسط دستگاه گلجی ساخته میشه، اونا رو میسازه. میبینیم که این ریزکیسه ها توسط شبکه اندوپلاسمی داره ساخته میشه. به همراه دستگاه گلجی. خب شاید شما شبکه یا اندوپلاسمی رو تو کتاب ندیده باشید، ولی فعالیت دستگاه گلجی رو بدونید. خوب دقت کنید، این وزیکول ها یا بسته های غشایی یا ریز کیسه ها حاوی یک غشا هستند و محتویات درونیشون. این محتویات درونی شامل پیچسازهای دیوار است. خب پیچسازهای دیواره یا موادی که میتونن دیواره رو بسازن دو دسته هستن: یک، رشته های پروتئینی، و دو، مولکول های پلی ساکارید. البته که پلی ساکارید هایی که اینجا داریم دو دستن، اونایی که رشته ای هستن، اونایی که غیر رشته ای هستن. رشته ای ها مثل سلولوز و غیر رشته ای ها مثل پکتین. خب پس این کیسه هایی که اینجا داریم میبینیم علاوه بر این که خودشون غشا دارن، یعنی در ادامه میتونن غشای سلول جدید رو بسازن، حاوی یه سری پیچساز هستن که این پیچساز ها روی غشا میتونن رسوب بکنن و ساختار دیواره رو بسازن. خب پایه‌گذاری این داستان کی اتفاق میفته؟ در زمان تقسیم. همینطوری که داره سلول تقسیم میشه، این ریز کیسه ها به هم میپیوندن و در نهایت یک واکوئل درشت میشن که اصطلاحاً بهش میگیم صفحه میانی. صفحه میانی، این صفحه میانی سلول گیاهی رو میتونه به دو قسمت تقسیم بکنه. خوب دقت کنید بچه‌ها، حالا که این تیغه میانی درست شد، با فعالیت برخی از آنزیم ها غشا و دیواره دو سلول از همدیگه جدا میشه و در نهایت دو سلول گیاهی خواهیم داشت. پس دیواره از کی درست میشه؟ از زمان تقسیم، زمانی که یک سلول تصمیم میگیره به دو سلول تقسیم بشه در تقسیم میتوز، این اتفاق میفته. خب از حالا به بعد به این بخشی که صفحه میانی میگفتیم میگیم تیغه میانی. پس تفاوت وجود داره بین صفحه میانی و تیغه میانی. تیغه میانی فاصله بین دو تا سلول گیاهیه، ولی صفحه میانی یک واکوئل یا یک ریزکیسه بزرگ هستش که در زمان تقسیم داخل سلول گیاهی دیده میشه. خب حالا که فهمیدید دیواره جنسش چیه، یعنی از پروتئین
رشته های سلولوزی و رشته های و مولکول های غیر رشته ای پکتین هستش. بریم سراغ ادامه درس و شکل بعدی که کتاب درسی برای شما قرار داده. خب بچه ها میخوام این شکل رو با دقت ببینید. بعضی از قسمت های این شکل در کتاب درسی شما دیده نمیشه. خب دیدیم که تیغه میانی فاصله بین دو یاخته گیاهی بود. از طرفی اولین رسوباتی که روی قشاع تازه ساخته ایجاد میشه به عنوان دیواره نخستین بیان میشه. بعد از اینکه دیواره نخستین رسوباتش قرار میگیره، رسوبات دیگه ای هم که منشأش خود سلولگیه، یعنی سلولگیه یه سری ترکیبات میسازه، اینا رو از سلول خارج میکنه و روی قشا قرار میگیره، یعنی زیر دیواره نخستین. این لایه هایی که لایه لایه از سلول بیرون اومده و به دیواره اضافه شده به عنوان لایه های دیواره پسین محسوب میشن. خوب دقت کنید بچه ها، در این شکل دیواره نخستین یک لایه بیشتر نیست، پس دیواره نخستین میتونه یک یا چند لایه ای باشه، ولی دیواره پسین رو به صورت لایه های متفاوتی کشیده، پس دیواره پسین حتما چند لایه است. خب در این فاصله بریم به ترکیبات هم نگاه کنیم. خوب دقت کنید، در ترکیبات دیواره چه دیواره نخستین باشه چه دیواره پسین باشه، ما رشته های سلولوزی و رشته های پروتئینی رو میبینیم. پس دو نوع رشته در دیواره دیده میشه، رشته های پروتئینی و رشته های پلی‌ساکاریدی. علاوه بر این رشته ها، مولکول هایی که به صورت غیر رشته ای هستند در لابلای این رشته ها قرار گرفتن که باعث میشن ویژگی های خاصی رو به دیواره بدن که در ادامه با اونا آشنا خواهیم شد. باید بدونید که زمانی که دیواره ساخته میشه در زمان تقسیم، دو قسمت در دیواره هستش که اونا هم پایه‌ریزی میشن. این دو قسمت به عنوان لان و پلاسمودس قسمت هایی هستن که در تبادل بین دوتا سلول گیاه خیلی اهمیت دارن. خب بریم در ادامه ببینیم که لان، پلاسمودس و ترکیبات دیواره به چه صورتی هست. خب با اصطلاح لان شما الان آشنا هستید ولی نمیدونید لان چیه. خوب دقت کنید بچه ها، زمانی که دیواره سلولی شروع به رسوب کردن میکنه، یعنی چی؟ اون واکوئل یا اون صفحه میانی زمانی که باز میشه، یه سری ترکیبات داخل اون وزیکول خیلی بزرگ وجود داره. وقتی اون وزیکول اصطلاحا باز میشه، این رسوبات روی قشا رسوب میکنن، ولی بعضی از قسمت ها هستن که رسوب نمیگیرن، اصطلاحا نازک باقی میمونن. به بخش های از دیواره که در اون رسوباتی نیست یا نازک باقی میمونه بهش میگیم لان. پس لان مناطقی هستن که نازک باقی موندن. خب این قسمت هایی که نازک باقی موندن، درونشون منافذی وجود داره، درونشون منافذی وجود داره. این منفذ ها رو نگاه کنید، سوراخ سوراخن. البته که این منافذ فقط در قسمت های لان نیستن، در دیواره خیلی جاها میشه پیدا کرد، ولی اینجا الزاماً در لان قرار گرفته. به این منافذ که ایجاد کانال میکنند، به این منافذ که ایجاد کانال میکنند اصطلاحاً بهشون میگیم پلاسمو دسم. پلاسمو دسم به چه دردی میخوره؟ اصلاً ارتباط بین دو تا سلولگیایی توسط همین منافذ پلاسمودسم هستش، یعنی یه قسمت های نازک شده
یه قسمت‌هایی هم سوراخ سوراخ شده، از همینجا دو تا سلول گیاهی میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. پس تعریف تیغه لان رو شما یاد گرفتید. لان مناطق از دیواره هستن که نازک باقی موندن، پلاسمودسم هم منافذی هستن که در مناطقی به نام لان و دیواره سلولی پیدا میشن. خب ترکیبات دیواره رو شما تا حدودی بلدید. گفتیم که دیواره از رشته های پروتئینی، رشته های سلولوزی و ترکیبات غیر رشته ای پلیساکاریدی به نام پکتین درست شده. اگر ترکیبات دیگه ای هم وجود داشته باشه به دیواره ویژگی های خاصی. به عنوان مثال یک پلیساکارید داریم به نام لیگنین، یک پلیساکارید به نام لیگنین. اگر این پلیساکارید به دیواره، یعنی به ترکیبات دیواره اضافه بشه، اصطلاحاً میگیم اون دیواره لیگنینی یا چوبی شده. پس چوبی شدن یعنی اضافه شدن یک پلیساکارید به نام لیگنین. از طرفی اگر به این دیواره ماده معدنی اضافه بشه، مثلا سیلیس، توی خاک بعضی از زمین‌های کشاورزی به خاطر اینکه شنوماسه زیادی وجود داره یا حالا به نسبت سایر خاک‌ها میتونه بیشتر وجود داشته باشه، خاک‌های مناسبی هستن که گندمیان رو اونجا بکارن. خب به خاطر همین سیلیس میره در ساقه برخی از این گیاهان رسوب میکنه و یا حالت زمخت و زبر به اونها میده. به این حالت میگیم کانی شدن. اگر ساقه گندم رو دست زده باشید یه مقدار زبره، این به خاطر رسوب یا قرار گرفتن سیلیس در دیواره اونها هست. یک پلیساکارید دیگه داریم به نام پکتین که تا الان چند بار اسمش رو شنیدید، پکتین. این یک پلیساکارید غیر رشته‌ایه، یعنی توده‌ایه. این پکتین اگر در دیواره رسوب بکنه میتونه به خودش آب زیادی جذب بکنه، پس یه حالت لعابدار به اون گیاه میده. خب دقت کنید بیشتر حالا دانه هایی رو که لعاب دارن مثل دانه شربتی که استفاده میشه در شربت ها به خاطر وجود پکتین در دیواره اونهاست که حالت جلهی پیدا میکنه. خب تا الان از پلیساکارید ها اس بردیم، یعنی پلیساکارید ها میتونن به دیواره اضافه بشن، ماده معدنی هم میتونه به دیواره سلولی گیاهی اضافه بشه. آیا لیپید هم میتونه؟ بله، یه لیپید داریم به نام کوتین. اینو شاید در سالهای پیش هم باهاش آشنا شدید ولی اینجا میخوایم یکم دقیق تر راجبش صحبت کنیم. خوب دقت کنید، این کوتین که در دسته لیپیدها بود، لیپیدها چند دسته بودن؟ مواد عالی، یادتون هست؟ برای اینکه یادآوری بشه براتون مینویسم. اسم لیپیدها که میومد شما یاد تریگلیسیرید میافتادید، یاد فسفو لیپید میافتادید، یاد استروئید میافتادید و یاد موم. از موم ها یه دسته به نام کوتین وجود داشت که پلیمری از اسیدهای چرب بود. خب پس این کوتین پلیمری از اسیدهای چربه. خب این میتونه روی سلول، روی دیواره یا روی بافت گیاهی ترشح بشه و یک لایه‌ای به نام کوتین یا یه بخشی به نام کوتیکول بهش اضافه بشه. به بخشی که کوتین در اون قرار گرفته میگیم کوتینی شده اون بخش. خب یه ماده لیپیدی دیگه داریم به نام سوبرین. اگر سوبرین به دیواره اضافه بشه به اون دیواره میگیم اون دیواره چوب پنبه‌ای شده. پس حالت‌های دیگه هم داریم در دیواره: چوبی شدن، کانی شدن، جلهی شدن، کوتینی شدن و چوب پنبه‌ای شدن. با مواد عالی هم آشنا بودید ولی دوباره براتون یادآوری شد.
خب بچه ها میخوام با دو تا اصطلاح و اصلا وجود واکوئل هم آشنا بشید. واکوئل یا کوریچه یک اندامک درون سلولیه که دارای یک لایه غشا میباشد. میتونه مواد مختلفی در اون ذخیره بشه. به عنوان یه انبار بزرگ بخوایم در نظر بگیریم واکوئل رو، آب، مواد معدنی، حتی پلی‌ساکارید ها، حتی پروتئین ها میتونن در واکوئل قرار بگیرن. ولی خوب دقت کنید بچه ها، واکوئل یه ویژگی که داره اینه که بیشتر دوست داره تو خودش آب داشته باشه، یعنی بیشترین آبی که در سلول وارد میشه میتونه داخل یه اندامک ذخیره بشه. اگر یک سلول گیاهی در محیطی قرار بگیره که اون محیط رقیق باشه، خوب دقت کنید محیط رقیق باشه، یعنی در اون آب زیادی وجود داشته باشه. خب شما میدونید آب بر اساس پدیده اسموز دوست داره از جای پرتراکم خودش به جای کم تراکمش بره، یعنی از جایی که آب زیاده بره به جایی که آب کم هستش. به همین خاطر وارد سلول گیاهی میشه و سلول گیاهی رو میتونه از اون حالت اولش یکم متورم‌تر بکنه. به این حالت میگیم تورژسانس. بالعکس اگر یک سلول گیاهی در محیط غلیظ قرار بگیره، یعنی محیطی که در اون آب کمه، حالا باعث میشه که اون سلول گیاهی آب از دست بده. به این حالت میگیم پلاسمولیز. این باعث چروکیدگی سلول گیاهی میشه. خوب دقت کنید پلاسمولیز باعث نمیشه که ابعاد سلول گیاهی تغییر بکنه، ولی تورژسانس یه مقدار ابعاد رو به هم میزنه. اگر پلاسمولیز شدید باشه باعث میشه مرگ یاخته‌ای در سلول گیاهی اتفاق بیفته. خوب دقت کنید اگر همین حالت در سلول جانوری رخ بده چی؟ اگر تورژسانس در یک سلول گیاهی در یک سلول جانوری اتفاق بیفته باعث میشه که اون سلول جانوری از بین بره، مثلا میتره که. خب با اصطلاح پلاسمولیز تورژسانس که خاص واکوئل ها هستش آشنا شدید. پس یاد گرفتید واکوئل ها میتونن در خودشون آب، املاح، ویتامین ها، حتی پروتئین و مواد عالی دیگه ای رو هم ذخیره کنن. خب یکی از این مواد پروتئینی به نام گلوتنه. شما یاد گرفتید که گلوتن ارزش غذایی بالایی داره. خب این پروتئین میتونه در واکوئل های برخی از یاخته ها ذخیره بشه. خوب دقت کنید در فصل دو آشنا شدید که برخی از افراد به گلوتن حساسیت دارن. حساسیتشون این بود که ریز پرز های روده از بین میرفت. چه ایرادی ایجاد میشد؟ خب این افراد با کمبود مواد عالی و مواد معدنی مواجه میشدن، چرا؟ جذب توشون مختل میشد. حالا این گلوتن کجا پیدا میشد؟ در جوانه گندم و جو. پس هر جا نیست در جوانه ها ما این گلوتن رو پیدا میکنیم. اگر افرادی باشن که به گلوتن حساسیت داشته باشن به راحتی میتونه جذب توشون کاهش پیدا بکنه و حتی به کمخونی و هر چی عوارض که در رابطه با کمبود مواد عالی و معدنی میدونید میتونه اتفاق بیفته که توی تستا باهاشون برخورد کردید. خب بریم ببینم آیا به غیر از واکوئل اندامک دیگه ای در سلول گیاهی میتونه وجود داشته باشه که ذخیره توش اتفاق بیفته؟ بله. باید با دیسه ها آشناتون بکنم بچه ها. دیسه ها دسته ای از اندامک ها هستن که میتونن تو خودشون بعضی از مواد رو ذخیره بکنن. خوب دقت کنید بچه ها، پلاستن یا دیسه ها به دو دسته دارای رنگیزه و بدون رنگیزه تقسیم بندی میشن. دیسه هایی که بدون رنگیزه هستن مثل آمیلو پلاست که تو خودش میتونه نشاسته فراوانی ذخیره بکنه که در سیب زمینی میتونیم اینو ببینیم. ولی اونایی که رنگیزه دارن، دو دسته از رنگیزه اینجا به شما معرفی شده.
رنگیزه کلروفیل و کاروتنوئید که میتونن به نسبت‌های مختلف در گیاهان پیدا بشن. خب سبزینه در یه ساختاری به نام سبزیسه، یعنی کلروفیل در یه ساختاری به نام کلروپلاست به فراوان دیده میشه که میتونه با استفاده از انرژی نور خورشید فتوسنتز انجام بده و مواد عالی رو بسازه. از طرفی ما میتونیم رنگدیسه یا کروموپلاست رو اسم ببریم که در اون میتونه کاروتنوئید هم وجود داشته باشه. البته گفتیم که در کلروپلاست هم به نسبتی از کاروتنوئید میتونیم پیدا بکنیم. حالا اونایی که سال 12 هم هستن میدونن ساختارهایی به نام فوتوسیستم وجود داره که اون فوتوسیستم ها هم توشون کلروفیل ای و بی پیدا میشه، هم کاروتنوئید پیدا میشه. ولی خب در صورت کلی ما به نام میگیم کروموپلاست. خب پس نسبت های مختلفی از این دیسا میتونه توی گیاهان مختلف پیدا بشه. خوب دقت کنید در فصل پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، سبز دیسه ها در بعضی از گیاهان ساخته شدنشون تغییر میکنه، به نحوی که سبزینه یا کلروفیل اونا تجزیه میشه، حالا کاروتنوئید بیشتری توشون میتونیم ببینیم و همین خاطر رنگ اونا تغییر خواهد کرد. خب با پلاس هم آشنا شدیم، آیا میخوام بریم ببینیم چه چیزایی دیگه در سلای گیاهی پیدا میشه؟ بچه ها با ساختار کلروپلاست هم آشنا بشید. کلروپلاست گفتیم یک اندامک دو قشا هست که داخلش واحدهای قرص مانندی به نام تیلاکوئید پیدا میشه. تو این تیلاکوئید ها همون ساختاره فوتوسیستمی پیدا میشد که توش کلروفیل A, B و حتی کاروتنوئید وجود داشت. خب در طیف های مختلف نوری اینا میتونستن انرژی نور خورشید رو به دام بندازن و در فرایند فتوسنتز ازش استفاده کنن. پس با ساختار کلروپلاست هم خیلی سطحی شما آشنا شدید. خب اندامک دو قشا هست ولی داخلش سه تا قشا دیده میشه، سه تا فضا هم در اون وجود داره. ترکیبات دیگه ای در گیاهان پیدا میشه. بله میتونیم مواد شیمیایی زیادی داشته باشیم، مثلا آنتوسیانین رو داشتیم که میتونه سر برخی از سلولای گیاهی پیدا بشه که خاصیت آنتی اکسیدانی هم داشت. ولی خب از شیرابه بعضی از گیاهان میتونیم استفاده بکنیم، به خصوص از شیرابه انجیر در لاستیک سازی استفاده شده، از ریشه روناس که تونستن رنگ بگیرن و در رنگ سازی استفاده شده، نعنا و گل محمدی در تن دهنده ها و در اسانس ها استفاده میشه. البته که در خشخاش میتونیم شیراب خشخاش رو هم اشاره بکنیم که حاوی آلکالوئیدهای فراوانی است. این آلکالوئیدها چون در آرام بخشا استفاده میشه یکی از معضلات جامعه کنونی محسوب میشه، اینو باید بهش توجه کنید. البته که همیشه هم سلولای گیاهی خوب نیست، خیلی تبلیغات اینو میبینیم که محصولات گیاهی وجود داره، بله تا یه حدی خوب هستش، ولی بعضی از ترکیبات گیاهی میتونه مسموم بکنه افراد رو و حتی برای بعضی از اشخاص مضر هم باشه. بچه ها تا اینجا گفتار فصل یک رو تموم کردیم، در ادامه میخوایم بریم سراغ گفتار دو که در رابطه با سامانه بافتی صحبت کرده. در کل از این گفتار من یه نمودار براتون گذاشتم، این نمودار رو با هم یه بحث میکنیم، بعد میریم یکی یکی راجع به هر کدوم مجزا صحبت میکنیم. اولین نکته‌ای که میخوام یاد بگیرید اینه که چرا در گیاهان ما از سامانه های بافتی صحبت میکنیم ولی در جانوران میگیم بافت. خوب دقت کنید، میخوام تفاوت بافت و سامانه بافتی رو بدونیم. اگر بخوایم بگیم سامانه بافتی و بافت از نظر رتبه بندی در چه موقعیت هایی قرار میگیرن، سامانه بافتی یه بخشی که میتونیم بگیم
بالاتر از بافت قرار میگیره. چرا؟ چون کتاب درسی داره به من میگه سامانه بافتی مجموعه از سلول های متفاوت هستن که در یک بافت پیدا میشن. خب خوب دقت کنید، یعنی من در سامانه بافت آوندی، متن کتاب خوب دقت کنید، علاوه بر آوند آبکش و آوند چوبی میتونم برخی از سلول ها به نام پارانشیم یا نرم آکنه و فیبر رو که مخصوص سخت آکنه هاست ببینم. پس اینجا دیگه بافت انحصاراً از سلول هایی که شبیه هم دیگه هستن و کار یکسانی انجام میدن به وجود نیومده، چون سلول های دیگه در بافت وجود دارن که از نظر ساختار شکل متفاوت هستن، میتونیم سامانه بافتی رو توجیه بکنیم. خب در گیاهان سه سامانه بافتی وجود داره: بافت پوششی، بافت زمینه‌ای و بافت آوندی. بافت پوششی در گیاهان همون کاری رو انجام میده که در جانوران انجام داد. جانوران بافت پوششی رو داشتن که از سر تا سر بدن اونها حفاظت میکرد، ارتباط اونها رو با محیط بیرون قطع میکرد و حتی میتونست بعضی موقع ترشحاتی داشته باشه که برای موجود زنده خیلی مهم بود. خب در گیاهان هم بافت پوششی تقریبا همین کار رو انجام میده که در ادامه خواهیم دید. بافت زمینه بخشی هستش که بین سامانه بافت پوششی و سامانه بافت آوندی دیده میشه و بافت آوندی یا سامانه بافت آوندی بخشی هستش که در تبادل مواد در گیاه نقش داره. خب بریم یکی یکی این سامانه ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. میخوام خوب دقت کنید بچه، اگر از شما بپرسن یک گیاه از چه بخش هایی درست شده، شما حتما به ریشه، ساقه و برگ اشاره میکنید. البته که باید بدونید که بخش های دیگری هم در گیاهان پیدا میشه. مثلا در گیاهان ما میتونیم میوه، دانه، گل و حتی شاخه ها رو هم نام ببریم، ولی بخش های اصلی یک سلول گیاهی همین سه بخش میشن، یعنی ساقه، برگ و ریشه. خوب دقت کنید، در هر سه بخش، یعنی در برگ، ساقه و ریشه، ما هر سه سامانه بافتی رو داریم. وقتی صحبت میکنیم سامانه بافت پوششی، هم در ساقه وجود داره، هم در برگ وجود داره، هم در ریشه. این سامانه بافت پوششی در بخش های جوان گیاه به عنوان روپوست معرفی میشه. خوب دقت کنید. خب سامانه بافت پوششی در اندام های جوان گیاه به عنوان روپوست معرفی میشد. این سلولا میتونستن از خودشون ترکیبی به نام پوستک ترشح کنن. شما اسم پوستک میاد یاد کوتین بیفتید. کوتین که خاطرتون هست تو اون بحث کوتینی شدن. خب این سلولا میتونن یک ماده عالی به نام کوتین ترشح کنن و یک لایه رو خودشون به نام پوستک ایجاد کنن. البته که این پوستک میتونه نازک یا ضخیم باشه. این که نازک یا ضخیم باشه بستگی به این داره که تو چه شرایط آب و هوایی اون گیاه قرار داره. یعنی هر چقدر به مناطق مرطوبتر نزدیکتر بشه این پوستک نازکتر میشه، هر چقدر به مناطقی که هوا خوشتر میشه نزدیکتر میشه این پوستک میتونه ضخیمتر باشه. البته ما انتظارمونه که این پوستک رو در سطح پوست ببینیم، هرچند که در ساقه های جوان هم دیده میشه. خب برخی از این سلولای روپوستی متمایز میشن. تمایز یعنی چی بچه؟ یعنی متفاوت میشن، یعنی کار اختصاصی توشون ایجاد میشه. تمایز پیدا میکنن به سلولای نگهبان مثلا. حالا این سلولای نگهبان لوبیای شکلن و در اطراف یک فضایی به نام روزن قرار گرفتن. خوب دقت کنید بچه، روزن یه فضاست، بخش نیست یا یک سلول نیست، یه فضای خالیه که بین دو تا سلول نگهبان قرار گرفته. خوب دقت کنید این سلولای نگهبان روزنه پوستک ندارن ولی فتوسنتز میکنن. ولی این سلولای روپوستی یا اپیدرمی نه دیگه فتوسنتز نمیکردن. بریم در ادامه ببینیم از این سلولای روپوستی دیگه چی پیدا میشه. بعضی از سلولای روپوستی هستن که در
سلولای در بخش گیاهی رشد طولی پیدا میکنند و ساختارهایی به نام کرک ایجاد میکنند. این ساختار کرک در برگ دیده میشه. خب اگر همین سلول یعنی این اپیدرم وارد رو پوست ریشه بشین اونجا رشد پیدا بکنه بهش میگیم تاره کشنده. پس منشأ تاره کشنده و کرک سلولای اپیدرمی هستن، فقط کرک در برگ، تاره کشنده در ریشه است. تاره کشنده باعث میشه جذب در ریشه افزایش پیدا بکنه، کرک از تبخیر آب از برگ جلوگیری میکنه، ولی هر دوتاشون سلولای اپیدرمی هستن که رشد طولی پیدا کردن و واکوئل اونها یکم کشیده شده. خب برخی از سلولای اپیدرمی هستن که تمایز پیدا میکنن و یاخته ترشحی میشن. خب اینا میتونن از خودشون بو یا عطر ساطع کنن و بوی اون گیاه رو به خودشون اختصاص بدن. در قسمت هایی که اندام های گیاهی مسن میشن، خوب دقت کنید بچه ها، ما میتونیم یه گیاه جوان داشته باشیم که توش اندام مسن باشه. پس قسمت هایی از گیاهی که مسن میشه دیگه رو پوست نداریم، میشه پیراپوست، که این پیراپوست چند لایه و ضخیمه. پس معمولا قسمت هایی از گیاه که مسن میشه دیگه اسمش رو پوست نیست، پیراپوسته. این پیراپوست جزء سامانه بافته پوششی هستش. میخوام بریم سراغ بافته زمینه‌ای. در بافته زمینه‌ای ما سه بافت میبینیم. این سه بافت معروف هستن به بافت پارانشیم یا نرم آکنه، کلانشیم یا سخت آکنه و اسکلورانشیم. البته ببخشید اینجا به جای کلانشیم باید میگفتم چسب آکنه، و سخت آکنه که همون اسکلورانشیم میشه. خوب دقت کنید بچه‌ها، بافت پارانشیمی انواع یاخته های پارانشیمی توش وجود داره. پس این پارانشیمی ها خیلی متنوع هستند. پارانشیمی ها قدرت تقسیم دارن، اندازه بزرگی دارن، دیواره نخستین در اونا نازکه. اگر اسم ترمیم و بازسازی در گیاهان بیاد یاد همین سامانه بافتی یا بافت پارانشیم یا نرم آکنه باید بیفتیم. البته که در قسمت‌های مختلف میتونن فتوسنتز داشته باشن یا فاقد فتوسنتز باشن. پس این پارانشیمیا بسیار متنوع هستن و خیلی جالبن چون کارهای مختلفی رو انجام میدن. حتی میتونن فتوسنتز انجام بدن و در خودشون مواد مغذی هم ذخیره بکنن. بیشتر یاخته‌ها رو به عنوان پارانشیم ما ببینیم. کلانشیمی‌ها یاخته های گیاهی یا بافت گیاهی هست که در اونها انواع سلول دیگه دیده نمیشه، فقط یه نوع کلانشیم داریم که دیواره نخستین در اون ضخیم شده و دیگه قدرت تقسیم و ترمیم هم دیگه نداره، در استحکام گیاه بیشتر نقش داره. ولی بافت اسکلورانشیم یا سخت آکنه در اینها دیواره پسین شکل گرفته، معمولا با تشکیل دیواره پسین اون سلول محکوم به اینه که بخش زنده خودش رو از دست بده و بمیره. پس سلول هایی که در اونها دیواره پسین شکل میگیره معمولا میمیرن، چون ارتباطات سیتوپلاسمی اونها از بین میره، یعنی اون منافذ لانوپلاسمودس توسط همین دیواره پسین بسته میشه و دیگه ارتباطی وجود نداره. از این اسکلورانشیم ما میتونیم دو نوع یاخته ببینیم، اسکلوراید و فیبر. اسکلوراید همون دانه های ریزی هستش که در میوه گلابی شما زیر زبونتون حس کردید، ولی فیبرها طویل ترن و در پارچه سازی هم از اونا استفاده شده. خوب دقت کنید، پس پارانشیمیا میتونستن به صورت های مختلفی باشن، به خصوص در بیشتر بخش های ذخیره ای دیده می شدن. کلانشیمیا در استحکام بودن که در گیاه کرفس میتونیم
مثالشو بزنیم، واسکولارانشی و اسکلروید در دانه های گلابی به وفور دیده می شد. بریم سراغ بافت آوندی. بافت آوندی بافت بعدی هستش که در گیاهان به اون اشاره می کنیم. خب از قبل می دونید که بافت آوندی وظیفهش ترابری مواد هستش و نکته ای هم که از قبل گفته بودم تو ذهنتون هست، یعنی چی؟ یعنی این سامانه بافت آوندی علاوه بر بافت پارانش، بافت آبکش و بافت چوبی که داره، حاوی پارانشیم و فیبر هم هستش. خوب دقت کنید، بافت آوندی از آوندها و یاخته هایی که مختص بافت آوندی نیست درست شده. آوند آبکش، آوند چوبی که آوند آبکش خودش از دو دسته آبکش و همراه درست شده، آوندهای چوبی از عناصر آوندی و تراکیت ها و یاخته های دیگه که پیدا میکنیم نرم آکنه و فیبر. خوب دقت کنید بچه ها، این سلول های همراه هستن که در این دسته فتوسنتز دارن و بخشی رو از دست ندادن، ولی خوب دقت کنید آبکشی ها هسته از دست دادن. پس در اونها شبیه گلوبول های قرمز ما ماده وراثتی نمیبینیم. عناصر آوندی از عنصر های آوندی درست شدند. این عنصر های آوندی سلول های کوچکی هستند که عمدتا دیواره عرضی از اونها در اونها از بین رفته و پشت سر هم دیگه قرار گرفتن و شبیه یک لوله توخالی شدن و تبدیل شدن به عناصر آوندی. پس عناصر آوندی پرسلولی هستن. تراکیت ها سلولای دوکی شکلی هستن که دیواره عرضی خودشونو دارن و روی اونها منافذی قرار گرفته. بریم شکل های دقیق تری هم از اینا ببینیم. خب دقت کنید بچه ها، اگر ما یک برش عرضی در یک ریشه یا ساقه بزنیم، سلول هایی که یا بخش هایی که بیشترین فضا رو دارن میتونیم به عنوان آوند های چوبی در نظر بگیریم. خب دقت کنید، حالا دو دسته میشن، اونایی که از همه قطر بیشتری دارن عناصر آوندی هستن، اونایی که قطر کمتری دارن میتونن تراکیت باشن. تراکیت ها دیواره عرضیشون تقریبا باقی مونده. البته که عناصر آوندی به خاطر وجود تزئینات چوبی که رو خودشون دارن میتونن به سه دسته حلقوی، مارپیچ و منفذدار تقسیم بشن که اینها رو تو شکل کتاب هم میبینیم. این شکل هایی که الان من براتون گذاشتم تو کتاب دیده نمیشه، ولی شبیهش رو کتاب گذاشته. شما اینو میتونید به عنوان حلقوی، اینا رو به صورت مارپیچی و برخی ها رو به عنوان منفذدار در نظر بگیرید. این سلولایی که اینجا قرار گرفته چون حالت دوکی شکل داره، اینا تراکیت هستن. بعد از اون بیشترین سلول هایی که میبینیم سلولایی هستن که آوندهای آبکش رو تشکیل میدن. پس آوندهای چوبی در مرکز هستن. آوندهای چوبی وظیفه‌شون حمل و نقل شیره خام هستش، ولی آبکشی ها شیره پرورده رو میتونن جابجا بکنن. پس اینا با هم دیگه متفاوتن. سلولای همراهی که در آوندهای آبکش ما دیدیم، اینا میتونستن فتوسنتز کنن، یعنی شیره خام توسط آوندهای چوبی به برگ برده میشه، اونجا فتوسنتز اتفاق میفته، ماده عالی بهش اضافه میشه. البته این اتفاق در برخی از یاخته‌های همراه اتفاق میفته و در نهایت تبدیل به شیره پرورده میشه. اگر بخوام یه تفاوت بین شیره خام و شیره پرورده بگیم، اینه که شیره خام شامل آب، مواد معدنی و ترکیباتی هستش که از خاک جذب شده، ولی شیره پرورده شیره ای هستش که در اون ماده عالی هم پیدا میشه. در ادامه بریم ببینیم که شکل های دیگه هم میتونیم ببینیم و راجع بهشون بحث کنیم.
خوب دقت کنید بچه ها، اون فیبر و نرم آکنه‌ای که ازشون صحبت کردیم که میتونن در آونت ها هم پیدا بشن، در اطراف آونت ها بیشتر پارانشیمیا پیدا میشن. لابلای سلولای آبکش یا اطراف سلولای آبکش بیشتر فیبر قرار گرفته، انگار این سلول ها دارن از آونت آبکش حفاظت میکنن. سلولای چوبی که اینجا الان ما ببینیم، شما الان باید تشخیص بدید اینا که درشت‌تر میشن عناصر آبندی، اینایی که کوچیک‌تر میشن تراکئید. خب شما میدونید که سلولای حمرا سلولایی هستن که میتونستن فتوسنتز انجام بدن. هرچقدر به مرکز نزدیک‌تر میشدیم آوندهای چوبی بیشتر میشدن، هرچقدر به سمت روپوس میرفتیم آوندهای آبکش فیبر و پارانشیمی ها افزایش پیدا میکردن. خوب دقت کنید که پارانشیمی ها در برگ قدرت فتوسنتز بالایی دارند. وقتی قدرت فتوسنتز بالایی دارن یعنی کلوروپلاست بالایی هم دارن. به این سلولا اصطلاحاً کلورانشیم هم گفته میشه. پس اگر در سامانه بافتی اومدن صحبت کردن، گفتن در برگ به بخش بافت زمینه ای از چه سلولایی پیدا شده، دیگه اونجا ما کلورانشیم و اسکلورانشیم نخواهیم دید، بیشتر پارانشیمیایی هستن که قدرت فتوسنتز بالایی دارن و اصطلاح به اونا کلورانشیم گفته میشه. خب بچه ها، دو گفتار از فصل 6 رو به پایان رسونیم. در تصویر بعدی از شما میخوام که به گفتار 3 و ادامه مباحث گیاهی دقت کنید. شما رو به خدا میسپارم. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته